کوروش بزرگ یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخ باستانه که به خاطر مهارت نظامی، زیرکی سیاسی و رهبری آینده نگر خود شهرت داشت. به عنوان بنیانگذار امپراتوری پارس، او سرزمین های وسیع رو فتح کرد، با خرد و شفقت حکومت کرد و میراثی از خود به جای گذاشت که تا امروز الهام بخش مردم سراسر جهانه. در این ویدیو زندگی و دستاوردهای کوروش بزرگ رو از همان ابتدا بررسی میکنم. منظورم حتی قبل از تولد کوروش بزرگ تا ظهورش به عنوان یکی از بزرگترین فاتحان تمام دوران است. به من به سفر در تاریخ بپیوندید و داستان جذاب این شخصیت بزرگ و تأثیر ماندگار میراث او رو کشف کنیم. سلام، من آرمین هستم. آستیاگ پس از مرگ پدرش بر تخت نشست و فرمان روای قدرتمند امپراتوری ماد شد. آستیاگ دختری به نام ماندانا داشت و در خواب به نظر می رسید که از دخترش آنقدر آب خارج شد که نه تنها پای تخت او بلکه تمام آسیا رو زیر آب برد. آستیاگ در مورد معنای خواب خودش با مغها تعبیر کنندگان معمول رویاها مشورت کرد. اونا پیشبینی کردند که نوه آستیاگ زاده دخترش آسیا و حتی پادشاهی خودش رو فتح می کنه. بنابراین او از توضیحات مغها وحشت کرد. در نتیجه از اجازه دادن به ازدواج دخترش با مادهای قدرتمند خودداری کرد و در عوض اجازه داد که با کمبوجیه نجیب زاده پارسی که آنچنان قدرتی هم نداشت اما بسیار محترم بود ازدواج کنه. انگیزه این تصمیم ترس آستیاگ از پیشگویی بود که فرزند دخترش اونو سرنگون میکنه و امیدوار بود که با ازدواج دخترش با مردی کم قدرت مانع تحقق این پیشگویی بشه. یک سال بعد از ازدواج دخترش، آستیاگ رؤیای دیگری رو دید. در خواب دید که از دخترش درخت انگور رویده شد که در سراسر آسیا پخش شد. بار دیگر با مفسران خود مشورت کرد و بر اساس توصیه اونا دخترش رو با نزدیک شدن موعد مقرر به دنیا آمدن کوروش بزرگ از پارس فراخوند. وقتی رسید، دخترش رو زیر نظر داشت با قصد کشتن کودکی که به دنیا میاد. مغها خواب آستیاگ رو به هشداری تعبیر کرده بودن که فرزند دخترش قدرت ازش میگیره و صاحب تاج و تختش میشه. برای جلوگیری از این اتفاق آستیاگ به محض تولد کوروش هارپاگ رو احضار کرد. هارپاگ یکی از مورد اعتمادترین افراد آستیاگ بود که تمام امور رو اداره میکرد. آستیاگ با هارپاگ صحبت کرد و گفت من برای یک موضوع حساس به کمک تو نیاز دارم و باید جدی بودن وضعیت رو به تاکید کنم. اگر به اعتماد من خیانت کنی یا این کار رو به دیگری واگذار کنی پشیمان میشی. باید پسر تازه متولد شده ای که ماندانا به دنیا آورده رو به خونه خودت ببری و بکشی و سپس به گونه ای که مناسبه اونو دفن کنی. هارپاگ پاسخ داد: سرورم، شما قبلا هیچ دلیلی برای انتقاد از اعمال من نداشتید و من به رفتاری که شما را آزرده نسازه ادامه میدم. اگر انجام این وظیفه برای آرامش شما ضروریه، پس وظیفه من وفادار و مطیع بودن است. پس از اینکه هارپاگ نوزاد رو از آستیاگ دریافت کرد، به خانه رفت و با گریه به همسرش درباره گفتگوی خودش با پادشاه گفت. وقتی همسرش از او پرسید که قصد انجام چه کاری رو داری، پاسخ داد که نمیتونه دستورات آستیاگ رو اجرا کنه. او از دخالت در قتل خیشاوند خود امتناع کرد و از عواقب این که به کودک اجازه داده بشه زندگی کنه و به طور بالقوه تاج و تخت رو هم بگیره میترسید. با این حال میدونست که نمیتونه به طور کامل از پادشاه نافرمانی کنه، بنابراین تصمیم گرفت که کودک باید بمیره اما نه به دست هیچ یک از اعضای خانواده خودش. در عوض تصمیم گرفت شخص دیگری رو که در میان خادمان آستیاگ بود پیدا کنه و این کار رو انجام بده تا خود و خانواده‌اش رو از خشم شاه حفظ کنه. هارپاگ بلافاصله گلداری به نام میتریدات یا مهرداد رو احضار کرد که میدونست در منطقه دورافتاده در میان کوههایی که حیوانات وحشی در اون پرسه میزنند کار میکنه. محل نگهداری گله ها در دامنه کوههای شمال اکباتان بود که امروزه به همدان معروفه. این بخش از ماد منطقه ناهموار و کوهستانی پرجنگل است. هنگامی که هارپاگ با میتریدات ملاقات کرد، بهش گفت که آستیاگ به او دستور داده که نوزاد رو بگیره و در دور افتاده ترین و متروک ترین نقطه کوهستان رها کنه تا مرگش سریع و اجتناب ناپذیر باشه. هارپاگ همچنین
میتریداد هشدار داد که اگر او در اجرای دستورات پادشاه کوتاهی کنه و مشخص بشه که در زنده موندن کودک نقش داشته، با شکنجه و مرگ روبرو خواهد شد. خود آرپاگ نظارت بر راه کردن کودک رو در کوهستان بر عهده داشت. چوپان پس از دریافت دستورات کودک رو گرفت و به کلبه خودش بازگشت. همسرش در خیاب او درگیر به دنیا آوردن بچه بود. وقتی به خونه برگشت، همسرش ازش پرسید که چرا انقدر فوری او رو خواستند. او پاسخ داد: به محض اینکه به شهر رسیدم، شاهد اتفاق وحشتناکی بودم که ای کاش برای خانواده ارباب ما هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود. خانه هارپاگ غرق در استرس بود. زمانی که وارد شدم، کودکی رو در لباس مرغوب روی زمین دیدم که به سختی گریه می‌کرد. هارپاگ فوراً به من دستور داد کودک رو بردارم و در کوههایی که حیوانات وحشی در آن پرسه می‌زنند، رها کنم و به من گفت که خود آستیاگ این وظیفه رو به من محول کرده. اگر نافرمانی کنم مجازات میشم. ابتدا فکر میکردم کودک متعلق به یکی از خدمتکاراست، اما لباسش به قدری مرغوب بود که منو متحیر کرد. خدمتکار کودک رو به من داد، توضیح داد که این کودک فرزند ماندانا، دختر آستیاگ و کمبوجی پسر کوروشه. این نوزاد یک آستیاگ دستور کشته شدنشو داده. چوپان حرفشو تموم کرد و بچه رو به همسرش نشون داد. همسرش تحت تأثیر زیبایی و قدرت نوزاد قرار گرفت و از شوهرش التماس کرد که کودک رو رها نکنه. با این حال چوپان توضیح داد که چاره‌ای نداره، زیر هارپاگ شخصی رو میفرسته تا اطمینان حاصل کنه کودک طبق دستور رها شده و عدم اطاعت منجر به مرگ بیرحمانه میشه. سپس زن طرح دیگری رو پیشنهاد کرد: چون تو باید از دستورات اطاعت کنی و شاهدان خواهند دید که کودک رها شده، اجازه بده که این کار رو انجام بدیم. من تازه یک فرزند مرده به دنیا آوردم، بیا اون رو رها کنیم و نوه آستیاگ رو برای خودمون حفظ کنیم. ما میتونیم بدون آسیب رسوندن به خود، به مافوق خود هم وفادار بمونیم. کودک مرده تشییع جنازه مناسبی خواهد داشت و بازمانده هم نجات پیدا میکنه. مرد با طرح همسرش موافقت کرد و اونو مناسب دید. به سرعت درخواست اونو انجام داد. در همین حال فرزند مرده خودش رو در گهواره که نوزاد دیگر یعنی کوروش درش نگهداری شده بود قرار داد و لباسهای گران قیمت متعلق به کوروش رو به فرزند خودش پوشاند و در کوهی دور افتاده رها کرد. پس از 3 روز او یکی از دوستانش رو برای محافظت از جسد نوزاد در کوهستان گذاشت و برای ملاقات با هارپاگ به شهر بازگشت که او آماده است نشون بده که کودک مرده. با این حال هارپاگ مشکوک بود و افراد مورد اعتمادش رو برای تایید این ادعا فرستاد. ماجرای دامدار رو تایید کردند و بچه مرده دفن شد. فرزند خود گله‌دار به خاک سپرده شد، در حالی که نوزاد دیگر که بعدها به کوروش معروف شد توسط همسر گله‌دار با نام دیگری با دقت بزرگ شد. اگر میخوایی بدونی که در ادامه چه اتفاقی میفته، در کانال سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا قسمت جدید بهت اطلاع داده بشه. اگر از این ویدیو لذت بردی، لطفاً ویدیو رو لایک کن و برای دوستا و اعضای خانوادت هم بفرست. ممنون از اینکه تا پایین ویدیو رو مشاهده کردید.